نامه تنسر موبد موبدان به گشنسب شاه تبرستان. تمیز حقیقت از میان برخواسته است. هر پادشاه که برای خوش آمد امروز خیش قانون جهانداری را فرو گذارد و خوشخیال باشد که اثر فساد این کار 100 سال دیگر ظاهر خواهد شد و من بدون عهد نرسم پس امروز کام خیش برآورم، باید بداند که زبان خلایق اون عهد حتی اگر همه خیش و تبار او باشند بر انتقاد از او درازتر از اون باشد که به روزگار او. این بحث در مورد نامی تنسر بهرام خورزاد به گشنسب شاه تبرستان است که با روی کار آمدن اردشیر بابکان بنیانگذار سلسله ساسانی اعتراض خود را علیه قدرت حاکم علنی کرده بود. تنسر و به تعبیری توسر سر همه بود و موبد موبدان. او در دستگاه اردشیر بر دیگران سروری داشت و در واقع تنها را سر بود. نامه تنسر در دورانی سخت نوشته شده است. در سال 224 میلادی که اردشیر بابکان با شکست دادن اردوان پنجم واپسین شاهنشاه اشکانی به قدرت رسید و سلسله ساسانی را بنیاد نهاد، شاهان کوچک، شاهان محلی که حق استفاده از تاج داشتند نسبت به سیاست‌های وی تردید و اعتراض کردند. یکی از آنان گشنسب پادشاه تبرستان بود که به قول روزبه پوردادویه معروف به ابن مقفع عظیمتر و با مرتبه تر از آخرین پادشاه اشکانی بود و بر همین اساس اردشیر با او مدارا کرد و لشکر به ولایتش نفرستاد و در معالجه مساهله و مجامله نمود تا به مقاتله و منازله نرسد. گشنسب به بگیر و به بندها، خودرایی و بدعتهای اردشیر به دیده ای انتقاد می نگریست و از تنسر موبد موبدان خواست که دلیل چنین اقداماتی توضیح داده شود. وی طی نامه‌ای پرسش‌های خود را عنوان کرد و پاسخ به آن نامه موجب پدید آمدن نوشته‌ای شد به نام نامه تنسر. نامه تنسر یکی از ماندگارترین منابع برای شناخت اندیشه سیاسی ایران باستان جهت آگاهی از تأسیسات حکومتی عهد ساسانی است. بسیاری از تاریخ نگاران از جمله یوزف ویرزهوفر نویسنده کتاب ایران باستان
ریچارد نلسون فرای ایرانشناس آمریکایی، آرتور امانوئل کریستنسن خاورشناس دانمارکی و دکتر عزیزالله بیات تاریخ نگار ایرانی زمان نگارش نامی تنصر را اواخر دوره ساسانیان نوشتند. نامی تنصر را ابن مقفع از زبان پهلوی به عربی ترجمه کرده است. متن اصلی اون به خط پهلوی، همچنین برگردان ابن مقفع به زبان عربی در دسترس نیست، اما ترجمه فارسیش در کتاب تاریخ طبرستان اثر مورخ ایرانی ابن اسفندیار آمده است. به گفته ابن اسفندیار او را تنصر برای این گفتند که به جمله اعضای او موی چنان رسته و فرو گذاشته بود که به سر، یعنی همه تن او همچون سر است. افسون بر گزارش ابن اسفندیار، کسان دیگری هم در مورد تنصر نوشتند. مسعودی در دو کتاب مروج الذهب و التنبیه الاشراف، ابن مسکویه در کتاب تجارب الامم، ابو ریحان بیرونی در تحقیق مال الهند و ابن بلخی در فارسنامه. نامه تنصر که حاوی نکات قابل تأملی در توضیح اندیشه ها و عملکردهای اردشیر بابکان و به تبع اون گفتمان رایج عصر ساسانی است، در دورانی سخت نوشته شده و در پی آن است که از زاویه دید موبد زردشتی آرمان ایران شهری را به لحاظ وحدت سیاسی و دینی تضمین کند. تنصر به عنوان یک موبد حکومتی در برابر شورش‌های دینی و سیاسی در صدد بود با اندرس‌های خود به شاه طبرستان دوران اردشیر را بازآفرینی کند و گزاره‌های دینی خود را به صورت یک جانبه از بالا با تضمین حکومت به کرسی بنشاند. یادآوری کنم که ساسانیان اولین سلسله‌ای بودند در ایران که ایده ایران شهر را به عنوان یک ایده سیاسی و هویت فرهنگی مطرح ساختند. نامه تنصر در خوارزم. ابن اسفندیار بهاءالدین محمد ابن حسین ابن اسفندیار که نامه تنصر را با استفاده از برگردان عربی ابن مقفع به فارسی ترجمه کرده، بخشی از دوران زندگی خودش را در دربار پادشاهان آل باوند، خاندان ایرانی از امیران طبرستان، گذراند. او اواخر قرن ششم 592 هجری شمسی راهی بغداد شد و کمی بعد به ری رفت، به شهر ری. در اونجا کتابی را که ابوالحسن ابن محمد یزدادی در مورد طبرستان به عربی نوشته بود یافت و تصمیم گرفت اون را به فارسی برگرداند. ابن اسفندیار بعدها در شهر خوارزم ترجمه عربی ابن مقفع از نامه تنصر را هم به دست آورد و این متن را نیز به فارسی ترجمه کرد و اون را در مدخل تاریخ طبرستان خود قرار داد و این اثر ارزشمند ادبیات پهلوی را از غبار فراموشی بیرون کشید. قرار دادن نامی تنصر در آغاز کتاب تاریخ طبرستان،
و پیوند دادن تاریخ تبرستان به تاریخ باستان و رساندن اصل و نسب پادشاهان تبرستانی به شاهان ساسانی و همچنین شرح مقاومت اهالی تبرستان در مقابل خلفای اموی و عباسی حاکی از دغدغه خاطر ابن اسفندیار نسبت به موطن و عدالت خواهی اوست. وی در مقدمه کتاب تاریخ تبرستان با ذکر آیاتی از قرآن شرح می دهد که گرچه پیر و ناتوان شده ام، اما کمر همت بستم و نامه تنصر را هم ترجمه کرده در کتاب تاریخ تبرستان گنجاندم. وی نامه تنصر را به فلک مشحون کشتی انباشته از حکمت تشبیه کرده است. در خوارزم روزی برسته صحافان مرا گذر افتاد. از دکان کتابی برداشتم و رساله دیگر که ابن مقفع از لغت پهلوی به زبان عربی برگردانده جواب نامه گشنسب شاهزاده تبرستان از تنصر دانای پارس، با اون که نه روزگار مساعد و نه دل و ساعد به کار بود. بعد با اشاره به آیه از قرآن، آیه 54 سوره حجر، میگه منو پیری فرا رسیده بود، الا ان مسنی الکبر، ولی این رساله یعنی نامی تنصر را که چون فلک مشحون است از فنون حکم ترجمه کردم. والله ولی و تیسیر و تسهیل و هو حسبنا و نعم الوکیل. اینها در مقدمه نامه تنصر ترجمه ابن اسفندیار موجود است. از اونجا که هیچ کدام از دو متن عربی و پهلوی نامه تنصر در دسترس نیست، نمیتوان درباره ترجمه ابن اسفندیار ترجمه فارسی نامه تنصر داوری کرد، به ویژه که اصل اون به زبان پهلوی و مربوط به عهد ساسانی است. اما آیه های قرآن را هم در بر گرفته که تنصر با اون بیگانه بوده است. برای مثال آیه 40 سوره کهف و آیه 112 سوره انعام. در ترجمه ابن اسفندیار روایتی از جابر ابن عبدالله انصاری و اشعاری از گرشاسب نامه اسدی هم هست. همچنین اشعاری از حکیم سنایی و فردوسی اضافه شده که قرنها بعد از اردشیر به دنیا آمدن و به دلایل تاریخی و مذهبی و سیاسی با متن اصلی کتاب همخوانی ندارند. همچنین داستانی از کلیله و دمنه که شاید افسوده های ابن مقفع و سپس ابن اسفندیار به متن پهلوی نامه تنصر باشد. به نظر من چه بسا بخشی از نامه تنصر با قرائت ملایان از دین تعارض داشته و چاره جز حذف نداشته است. از این نمونه ها کم نیست. در کتیبه یکی از مساجد مهم تاریخی دوران سلجوقی، مسجد جامع گلپایگان که به خط کوفی است، نام ابوبکر صدیق، عمر ابن خطاب، عثمان، علی ابن ابی طالب، طلحه، زبیر و عبدالرحمن ابن عوف آمده و در گذشته مرتجعین کوشیدن در اصل کتیبه دست ببرند و چون نتوانستند جملات توهین‌آمیزی را در رد و لعن ابوبکر و عمر و عثمان کنار رساله کتیبه که در عصر ناصری تنظیم و تدوین شده افزودند. من به این موضوع در مقاله گلپایگان شهر لاله های واژگون اشاره کردم. برگردیم به تنصر. تنصر
کرتیر نیست. کرتیر اسم یک شخص است. در برخی منابع مربوط به دوران ساسانی از شخصی به نام ابرسام به عنوان وزیر اردشیر نام میبرند که بعضی از صفات و اقدامات منتسب به تنصر با صفات و اقدامات وی شباهت هایی دارد و تصور شده این دو نفر یکی هستند. کسانی هم کرتیر موبد پرنفوذ دوران ساسانی را تنصر داشتند، اما فعالیت های تنصر با کرتیر متفاوت بوده است. کرتیر مجری سخیر سیاست های دینی بود و از همین رو به اوستا تقدس بخشید. از تنصر اگرچه در کتاب دین کرد، یعنی درسنامه دین مزدایی زردشتی، به عنوان رئیس نگهبانان آتشکده و زنده کننده مجدد دین زردشتی نام برده شده، اما او نسبت به کرتیر نقش اجرایی چندانی در سیاست دینی اوائل دوران ساسانی نداشت و بیشتر مدیر و فرضیه پرداز بود. وی با فرستادن کسانی به ولایات و نوشتن نامه به سران ایالات که هنوز بعضی از آنها در حمایت و تبعیت از حکومت نوپای ساسانی تردید داشتند، توانست آنها را به حمایت از اردشیر بکشاند. تنصر در سنگ نوشته های نقش رجب، کهن‌ترین اثر بر جای مانده که ذکری از تنصر در آن شده، کتاب دینکرد است که در قرن سوم هجری به زبان پهلوی نوشته شده است. در این کتاب از تنصر به عنوان هیربودان هیربود و با صفت پارسا یاد شده است. البته تاریخ نویسانی که نوشته های اونها از منابع عصر ساسانی است، در ضمن ذکر حوادث عصر اردشیر بابکان از تنصر یاد نکردند. طبری در تاریخ خود فقط از فرستادن نامه هایی از سوی اردشیر به ملوک و طوایف اطراف سخن گفته و مورخان دیگر از جمله یعقوبی، دینوری و ابن اسیر هیچ نامی از تنصر به میان نیاوردند. علاوه بر کتاب دین کرد که گفتم، اسم تنصر در سنگ نوشته های نقش رجب یکی از آثار ارزشمند حجاری باستانی ایران در 3 کیلومتری شمال تخت جمشید آمده است. اما اینکه او وجود خارجی و تاریخی داشته یا افسانه‌ای است که موبدان ساسانی ساختن بر من معلوم نیست. چه بسا در زمان انوشیروان و در سالهای بین 557 تا 570 میلادی شخصی به قصد آشنا ساختن معاصرین خیش با مسائل سیاسی و دینی نامی تنصر را ساخته و به دوره اردشیر بابکان ربط داده است. هستند کسانی چون نینا پیگولوسکایا که انتساب نامی تنصر به زمان اردشیر یعنی نیمه اول سده سوم میلادی را مردود می شمارن. ولادیمیر لوکونین نویسنده کتاب تمدن ایران ساسانی پارا فراتر گذاشته و نامه تنصر را متنی ساختگی و خود تنصر را هم شخصیتی غیرواقعی پنداشته است، که البته این نظر با اجماع همه پژوهشگران همراه نیست. از نگاه و دیدگاه استاد مجتبی مینوی، ایرانشناس نامدار میهنمون، که به قول ایرج افشار یک یک نسخه ها را به طریق علمی و با وسواس و دقت خاص خیش در مطالعه می گرفت و از دید مترجم انگلیسی نامی تنصر نورا الیزابت مری بویس، تنصر و نامش واقعی است.
برنامه تنسر و توجیه عملکرد اردشیر بابکان. در نامه تنسر به سنت‌های پادشاهی، رابطه دین و دولت، ساختار طبقاتی جامعه و تقسیم بندی مردم بر اساس رابطه اون با قدرت اشاره شده و تلاش نویسنده نامه از میان بردن شبهات و تردیدها و توجیه عملکرد و زمینه‌های قدرت پادشاه یعنی اردشیر بابکان است. در مقدمه نامه تنسر از ظهور اسکندر و مرگ دارا و تقسیم ایران به شاهان محلی، ملوک و طوایفی و سرانجام ظهور اردشیر بابکان و غلبه او بر 90 تن از این شاهان از جمله اردوان پنجم آخرین پادشاه اشکانی سخن رفته است. پس از آن متن نامه آغاز می شود. نامه مورد بحث گرچه طبق معمول با ستایش عدل و نکوهش ستم شروع می شود، اما مضمون اون شرعیزه کردن اقدامات اردشیر بابکان است. تنسر در پاسخ اعتراض شاه طبرستان به اینکه اردشیر برخی از سنت‌های دینی را متروک داشته به او پاسخ می‌دهد که سنت دو گونه است، سنت اول و سنت آخر. سنت نخست عدل است که در میان مردم فراموش شده و نمی‌خواهند درباره اون بشنوند. گویی تمیز حقیقت از میان برخواسته و سیرت انسانی رها گشته است و سنت دوم ظلم است که مردم با اون خو گرفتن و زشتی اون را در نمیابن. به زعم تنسر اردشیر این بیداد را بر نتافت. وی توضیح میدهد که برخلاف نظر شاه طبرستان، نظام حقوقی جدید بر پایه انصاف و خرد بنا شده، چنان که در گذشته اگر کسی مرتکب خطا و عصیانی میشد او را میکشتند، اما شاه اون روش را وانهاده و آیینی جدید پایگذاری کرده و بریدن دست هم ممنوع شده است. گشنسب اعتراض کرده که اردشیر آتشها را از آتشکده ها بیرون برده و خاموش کرده است و تنسر پاسخ میدهد که این آتش ها بر خلاف قانون تأسیس شده بودند و این کار اردشیر یکی از اقدامات وی برای ایجاد دولت مرکزی در ایران با آتشکده سلطنتی واحدی بوده است. تنسر ادعا می کند این اسکندر بود که تمام کتاب های دینی را آتش زد و از بین برد و بر اثر حکومت ملوک و طوایفی و فسادهایی که از اون ناشی شد هیچ اثری از دین نگذاشت. او در نامه خود به شاه طبرستان به بگیر و ببند در دوران اردشیر، گماردن جاسوسان در جای جای جامعه و به کارگیری شکنجه فرجه می دهد و به نوعی اون را توجیه نموده به روشنی جواز تنبیه و سرکوب مردم را صادر می کند و اون را به عنوان رفتاری ستوده که ملک و دین بدان محکم تر می شوند می ستاید. منع تعیین ولیعهد و جانشین از سوی شاه و واگذاری این امر به گروهی از بزرگان مملکتی نقطه مثبتی در نامه تنسر است. نامه تنسر و سیاستنامه خواجه نظام الملک. به لحاظ اندیشه سیاسی میتوان میان نامه تنسر و سیاستنامه خواجه نظام الملک طوسی وزیر مقتدر عهد سلجوقی همانندی هایی مشاهده نمود. تنسر در همراه کردن تمامی مخاطبین با اردشیر بابکان بسیار کوشید. خواجه نظام الملک هم نگارش سیاستنامه را برای توجیه و حفظ مقام سلطان تدوین کرد. اندیشه های سیاسی خواجه نظام الملک مبتنی بر شاه آرمانی بود
و پایه و مایه کتاب‌های چون نامه تنسر نیز همین است. از مهمترین مشخصات اندیشه‌های سیاسی خواجه نظام الملک توجه خاص وی به حکومت در دوران قبل از حمله اعراب است. وی در سیاستنامه اقتدار پادشاهی عصر سلجوقی را با عظمت امپراتوری باستان پیوند می‌زند. به همین جهت تأثیرپذیری سیاستنامه از نگاشته‌های عصر ساسانی چون نامه تنسر قابل تأمل است. تنسر یکی از مبادی مهم گفتمان نظم سلطانی را پیوند میان دین و سلطنت می داند و در نامش به گشنسب می نویسد: عجب مدار از حرص و رغبت من به صلاح دنیا برای استقامت قواعد احکام دین، چه دین و ملک هرگز از یکدیگر جدا نشوند. جدا از رهنمود نادرست فوق و این پندار غلط تنسر که پادشاه همیشه تجلی عدل و داده است و اگر رفتارش در ظاهر ظلم به نظر رسد ناشی از جهالت ما در ارتباط با مصادیق عدل است، جدا از درستی یا نادرستی دیدگاه تنسر از رفتار اردشیر بابکان و توجیه عمل کرده وی، جدا از این که سیاست در نامی تنسر با بگیر و ببند، گماردن جاسوسان و ریختن خون مردم همراه است و گرچه در روزگار اردشیر گذشتن از سد طبقات، سدهایی که میان مردم عادی و طبقات ممتاز وجود داشت، به هیچ وجه آسان نبود و در نامه تنسر اشاره شده که به فرمان اردشیر باید هیچ چیز را چنان نگه ندارند که مراتب مردم را، گرچه بنابر نامه تنسر حدودی بسیار محکم نجبا و اشراف را از عوام و ناس جدا می کرد و امتیاز آنان به لباس و مرکب و سرای و بستان و زن و خدمتکار بود، و گرچه تنسر در نامی خودش ایرانی را به معنی خاضع و تسلیم به سلطنت و شریعت می خواهد و ایران را بلاد الخاضعین یعنی کشور افتادگان و سرسپردگان معنی می کند، اما نکته قابل تأمل در نامی تنسر این است که او کلمه را با کلمه پاسخ می دهد. فراموش نکنیم که تمدن نخستین بار از آنجا آغاز شد که انسان خشمگین به جای تک سنگ کلمه پرتاب کرد و کلمه را با کلمه پاسخ داد. تمدن نخستین بار از آنجا آغاز شد که انسان خشمگین به جای تک سنگ کلمه پرتاب کرد و کلمه را با کلمه پاسخ داد. در مقاله مربوط به همین ویدیو توضیحاتی در مورد ابن اسفندیار مورخ ایرانی، ابن مقفع و همچنین طبرستان دادم و منابع این بحث را هم افزودم. از شما تشکر می‌کنم که وقت گذاشتید و به این بحث توجه فرمودید. پنهان نمی کنم که روی این مطلب وقت بسیار گذاشته و شبهای زیادی تا صبح بیدار ماندم. یک دلیلش این است که به فرهنگ ایران باستان ارج می نهم. پیش از این هم در همین راستا چند مطلب به صورت مقاله و ویدئو ارائه دادم که در سایت خودم موجود است. از جمله میراث باستانی ایران در جای جای جهان، هجوم اعراب به ایران زمین، استوانه کوروش مانترای خیالانگیز، مدیحه کوروش یا لعنت نامه برای نبو نئیدوس و یادگار زدیران بهگود گیتای ایرانی. این گونه مطالب البته اهل خود را می طلبد و به کار عسل پوشان سرک فروش
که با خرد و داد بیگانند نمی آید. به قول حکیم ابوالقاسم فردوسی، زما باد بر جان اون کس درود، که داد و خرد باشدش تار و پود. Thank you.